سلام علیکم، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیوی خوشمزه دیگه. تو این ویدیو میخواییم با هم یه سری خوراکی‌های عجیب غریب رو تست کنیم که اکثرش خوراکی‌های جدید ایرانیه که از سوپرمارکت ها و هایپر ها میتونین تهیه کنین. بریم که شروع کنیم. اولی پاستیل از شیبا، پاستیل تمر هندی. شیبا جدیدن خیلی داره پاستیل های جدیدی میزنه، هیجان انگیز شده. شکلش زیاد خوشگل نیست، خیلی هم خوشبوه. بوی تمر هندی نمیده ولی بوی خیلی خوبی داره. از چیزی که فکر میگم خیلی بهتر بود، چون قبلا یه پاستیل لواشکی از شیبا امتحان کرده بودم، اونو اصلا دوست نداشتم، خیلی شیرین بود. این یه طعم خیلی جدیدی داره که یک کوچولو به ترشی هم میزنه، خیلی شیرین نیست که اذیت کننده باشه، بعد اون طعم جدیدش خیلی خوشاینده. تا حالا پاستیل با این طعم امتحان نکردیم. ریز مزه تمر هندی هم داره ولی اونجوری نه که مثلا تا بخوریم بفهمین، ولی من خیلی خوش آمد، به نظرم یه بار امتحان کنید. قیمتش هم 10 تومن بود. بعدی کرم نخوچیه که از برند شیرزای، همونی که کری بیسکویتش هم با هم امتحان کرده بودیم. کرم نخوچی والا من تا حالا دیده بودم نشنده بودم، واسه همین خیلی واسه هم جالب بود، گفتم که با هم تستش کنیم. قیمتش هم 33.700 روش زده. روش یه لایه روغن بود، یه وقته دیدین روی نوتلا و اینا هم هستش، دقیقا همون شکلی. و یکم بعد همش بزنیم و بریم تو کار تست. بافتش هم تقریبا سفته و منسجم و کریمیه. دختر خیلی خوشمزه بود، من واقعا دوستش داشتم. یعنی من چون عاشق شیرینی نخوچی و برشتوک نخوچی و اینجور چیزام، این خیلی با سلیقه من جور در اومد و شیرینیش و اینا به اندازه بود. یه مزه هلی هم توش بود، اونم خوشمزهش کرده بود و در کل چیز باحالیه. فکر کنم حالا با نون توست و اینم جالب بشه برای صبحونه و مقویه، چیز باحالی بود. اگه گفتین این چیه؟ این خیلی شبیه اسنیکرزه، یه مدل داره اسنیکرز که نمیدونم یا فندقشه یا نمیدونم یا دبلشه، که دقیقا هم شکلیه، پکیجینگش سبزه و روش اینجوری نوشته داره. ولی این لواشکه، لواشک از برند نارتام. نشیده بودم من تا حالا اسم این برندو، بازش کنیم ببینیم چه جوریه. قیافش که با حال خوش آمد، لایه های لواشک رو روی هم چسبوندن و مثل دقیقا یه شکلات بار در آوردن. برای اونایی که لواشک دوست دارن خیلی خوبه دیگه، راحته. بریم تستش کنیم. پوست داشت، بیا برد پوست داشت. خیلی خوشمزه است. نمیخوام دلتون رو آب بندازم، هر چیز ترشی دارین زود بریم بخورین که من اینجا گناه نکنم، ولی خیلی خوشمزه. طعم لواشکش اصلا خوشمزه است، بعد اینا هم که گاز میزنی قشنگ با هم ادغام میشه انگار و یه چیزی میشه. اینا اگه پیدا کردین ترش هم دوست دارین به این سراغش. قیمتش هم 10,000 تومن بود، دوست داشتم واقعا. مورد بعدی یه پوره میوه است که بسته‌بندیش دوتایی بود، طعمای مختلف هم داشت. من سیب و توت فرنگیشو گرفتم، روش هم زده 100% خالص و خب افزودنی و شکر و اینا نداره. این پوره ها رو من خارجیشو دیده بودم که مال هرو بیبیه و برای بچه هاست، یعنی میانواده بچه هاست. اینم باز برای بچه ها میشه استفاده کرد، ولی خب من گفتم بگیریم امتحان کنیم ببینیم چه جوریه. خیلی
بافتش که خیلی یه دسته، گوشه هم خیلی خوبه، بوی توت فرنگی میده کاملا، خیلی خوشمزه است. البته نمیدونم بگم مزه سیبش بیش، فکر کنم یه کوچولو مزه سیبش بیشتر. چیز با مزه، حالا بر بچه ها که خوبه، هیچی که هم راحت هم میتونن بخورن و خاصیت داره. اتفاقا به نظرم هم برای روی دسر خوبه، میان وعده خوب واسه سر کار رو مثلا بیرون از خونه و اینا هم هست، چون کوچولو سایزش راحت میتونی بذاری تو کیف و خب سالمه دیگه از دنت و این چیزا که بهتره هرچی باشه خوبه. بعدی استش هست رگالوی قهوه که همون دراجه با مغز قهوه است، از برند فرمن، قیمتش هم 4000 تومنه. دونه های کوچولو کوچولوه که باید توی مغزش قهوه باشه. چیز باحالیه به نظرم، دقیقا توش یه دونه کوچولو قهوه کامل داره که حتی برای خوشبو کننده دهان بودن به نظرم خیلی چیز باحالیه. طعمش هم خوبه، اگه قهوه و شکلات رو دوست داشته باشین این دیگه براتون بهشته. یه دونه آب نبات داریم که طرح بستنیه، این طعمای مختلف داشت، این الان فکر کنم بعد سیب سبزش باشه و ببینیم چه جوریه. فکر کنم من جای گرمی گذاشته بودمش. فکر کنم پودره رو بعد بزنیم به آب نباته و بخوریم. میریزم تو همین جاش که کسی پای نشد. شد ریخ رو شلوارم. بذار که اول آب نبات خالیش رو تست کنیم مزه خودش چجوریه. نمیفهمم دقیقا چه مزه ای، مزه سیب سبز که نمیده ولی یه بوی آدامس باربی داره، یکم بوی گلاب. واقعا دقیقا ازش نمیدونم، فکر کنم میشه مزه همین سیب معمولی و گلاب و اینا میده تا سیب سبز، ولی طعمش خوبه. بزنیم تو این پودره. پودرش ترشه، خوبه، پودرش هم زیاده، میتونیم زیاد بزنی روش و اینکه ترش خیلی باحاله. من خوش آمد از این، شاید تمایه دیگه شم بگیم. بازم یه دونه پاستیل داریم از شیبا، این شکلش رو تا حال ندیده بودم از این پرچم میاد داشته باشه و منم که پاستیل خیلی دوست دارم، اونم ترش دیگه رو هوا گرفتم. تسبیده به هم قیافش که عیجا نگیزه، زخامتش تقریبا زیاده نسبت پاستیلا. طعمش خوب بود، داریم انتظار داشتم ترشتر باشه، پودرش هم زیاد ترش نیست ولی نرمی و بافت و طعمش و اینا همه خوب بود. قیمتش 7 تومنه ولی اگه به خاطر ترش بودن مثلا میخوایم بریم سمتش، اون کندی میکس ها که قبلا بهتون نشون داده بودم ترش تر از اینه ولی خوشمزه است. یه دونه کیک داریم با روکش شکلات سفید، من تا حالا اینجوریشو ندیده بودم ایرانی که مثلا شکلات سفید بزنن روش و از برند نظریه، قیمتش هم 4500. کلا این برند نظریه اگه تا حالا امتحان کرده باشین کیک و بیسکویت ها چیزای خیلی خوشمزه‌ای داره، گفتم اینا احتمالاً محبوب باشه. قیافش دقیقا مثل یه تیتابه که روشو با شکلات سفید روکش کرده باشه.
مزه دقیقا هم یه تیتاب نرم میده، یعنی بافتش خوبه، بعد اون شکلاتش هم خیلی کم نیست، یه لایه خوبی هم داره، شکلات داره، یه کرم هم وسطش داره، به نظرم با چای میچسبه. کرم کنجد گرفتم از برند عقاب، میدونم این چیز جدیدی نیست ولی من تا حالا امتحان نکرده بودم، خیلی هم همه میگفتن که خوشمزه است، قیمتش 50 تومنه و دیگه گفتم حالا بیام اینجا امتحان کنم که به شما هم بگم. بافتش از اون نخوچیه خیلی سفتر و غلیظتره. خیلی خوشمزه بود، من دوستش هم میدونی دقیقا طعم حلوا شکری رو میده ولی خب با یه بافت کرمی خیلی خوب که راحت هم بتونید دیگه روی نون توست و هر نونی بخواییم برای صبحونه ازش استفاده کنیم. نظرم میتونه جایگزین خیلی خوب برای شکلات صبحانه و حتی کره بادوم زمینی، فکر کنم این از کره بادوم زمینی هم خاصیتش به خاطر کنجدش بیشتر باشه و بله فکر کنم من هر روز صبح دیگه از این بخورم. خیلی خوش آمد. حالا که بسته صبحونه شد گفتم بذار اینم باز کنیم. این باز یه نوع غلات صبحانه است که از اینا بالشتیا شکلاتیشو داشتیم ایرانی، فکر کنم چیتوز بود. این مال برند تکه، من نمیدونستم تک این چیزا هم میزنه. بالشتی مغزدار توت فرنگی. رنگش تقریبا صورتیه. قشنگ مغز توت فرنگی داره بابا، میبینی یه حالت اونی که وسطشه تقریبا مثل کرمای وسط ویفر هست، اون مایه هاست ولی بیشتر و یکم سفت‌تر. جالب بود به نظرم، انقدر اون شکلاتی رو خوردیم تکراری شده، این توت فرنگیش هم باحال بود و بچه‌ها فکر کنم خیلی خوشمزه باشه. قیمتش رو گفتم 6 تومنه. این از این آب نبات های جرقه‌ای گرفتم به یاد بچگی ها، میدونم جدید نیستیم ولی خیلی حال میده، من هنوزم دوست دارم. مال لپ لپه، طعم های مختلف داشت، این آناناسشه. بزن بریم. آخرین خوراکی جدیدمونم از ببتوه، یه مدل آدامسه، فکر کنم این هندونهش باشه. نه خیلی وقت آدامس نخورم، اینو که گرفتم یاد این موضوع افتادم، فکر کنم البته خوب آدامس یاد آدامس نخوره. دو تا رنگ چیز بگو اگه میشه از به رنگ رو ایدش بره، سبز و قرمز صورتیه تقریبا. مرسی که تو این ویدیو هم همراه هم بودی، یادت نره که برام نظرت توی کامنت بنویسی، چون کلی به هم انرژی میده. تا ویدیوی بعدی خدافظ.